دو ایزوتوپ پایدار آ 1 و آ 2 به ترتیب با عدد جرمی های 10 و 11 برای عنصر A در طبیعت وجود دارد نسبت تعداد نوترون ها در ایزوتوپ سبکتر به تعداد ذرات بنیادیان در حالت خونسا یک سوم است آقا اول از همه بیا این متنی ها که سوال برامون نوشته ترجمه کنیم به زبان ریاضی نوترون به ذرات بنیادی یعنی به نوترونه به علاوه پروتونه به علاوه الکترون این شده چقدر آقایون؟ شده یک سوم تأکیدم کرده حالت خونساه پس وقتی حالت خونساه تعداد الکترون ها رو با تعداد پروتون ها برابر بگیر یعنی شما بنویس تعداد نوترونا به تعداد نوترونا به اضافه پی به اضافه پی که می شود به اضافه دو پی مساوی یک سوم درسته تا اینجا آقایون خب اینو طرف این, وسطه این کنیم رابطه ای که به من در نهایت خواهد داد اینه که تعداد پروتون ها با تعداد نوترون ها برابره حالا مگه برای عنصر و ایزوتوپ سبکتر صحبت نمی کردم اینجا تعداد پروتون به علاوه نوترون چقدر آقایون دهه تعداد پروتون با تعداد نوترون برابره پس پروتونام هم تا نوترون ها هم پنجت این تا اینجا حالا گفته کدام که از موارد زیر صحیح هست عنصر آ در خانه شماره چهار جدول دوره قرار میگیره آقایون تعداد پروتون ها پنجه پس توی جدول در خانه پنجم قرار داره این عبارت غلط گزینه شماره دو مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سنگین تر این عنصر یکی بیشتر از مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سبک تر آن است خیر این هم غلطه گزینه شما 3 تعداد پروتون ها و نوترون ها در ایزوتوپ سنگین تر برابر است قطعا غلطه چرا آقا مگه تعداد پروتون با نوترون رو نمیگه این مگه مجموعش 11 نیست اصلا امکان نداره نصف بشه میدونی که این تعدادا با هم تو طبیعت اعداد اعشاری رو اختیار نمیکنه پس قطعا عبارت غلط جواب گزینه چهار حالا چرا گزنه چهار درست عنصر آ در دوره دوم بله و گروه سیزده جدول دوره دانش آموز قوی من میدونه عدد اتمی پنج عنصر من بره بر و عدد اتمی پنج حالا بر توی گروه سیزده اولین عنصر و در دوره دوم قرار داره پس جواب من گزنه چار خواهد بود